سلام، سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران که هستید. سلام به شما کارگران گرامی در جای جای ایران زمین، به شما عزیزان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیش رو. با من و شما هستند در نیمه نخست برنامه آقای منصور حسانلو، فعال سندیکای کارگری، که همراه هم بررسی خواهیم کرد آخرین اخبار مربوط به عرصه کارگری در ایران را و نیز اخبار مربوط به کارگران زندانی را. آیا چشم‌اندازی روشن برای کارگران ایران با ادامه جمهوری اسلامی وجود دارد؟ چرا کارفرمایان در جمهوری اسلامی از پرداخت مطالبات مشروع کارگران ناتوانند یا سر باز میزنند؟ آیا قوانین جمهوری اسلامی در مسیر حمایت از حقوق کارگران نیز هست؟ و پرسش های دیگر در میان خواهیم گذاشت با آقای منصور حسانلو. تا لحظاتی دیگر. آقای حسانلوی عزیز، سلام به شما در نیوجرسی. سلام به شما، همکاران و کارگران و زحمتکشان ایران و مردم میهنم. متشکرم. حالتون چطوره؟ بعد نیستیم، به لطف شما. لطف شما تا اونجایی که میشه خوب بود. به قول روانشاد، نادرپور بزرگ حتی المقدور خوب است. جناب حسانلوی عزیز، آخر اخبار کارگری رو از شما میشنویم، تحولاتی که در این عرصه است، با این امید که این هفته اخبار خوب و خوشحال کننده ای داشته باشیم در ارتباط با زندگی کارگران ایران. بله، من میتونم از ادامه اعتصاب کارگران معدن سنگ آهن بافق براتون بگم که به دهمین روز خودش وارد شده و هنوز ادامه داره. همچنین از ادامه اعتصاب کارگران نورد و پروفیل ساوه و همچنین کارگران نورد و صنایع فلزی به اصطلاح لوله سازی صفا، که اون هم در کنار همون کارخونه نورد و پروفیل ساوه است که از اعتصاب اونها پشتیبانی کردند، و همچنین در رابطه با جلوگیری از خروج داوود رضوی که به عنوان یکی از کارگران ایران میخواست در شب همبستگی با کارگران ایران در پاریس حضور پیدا کنه که جلوی خروجش رو گرفتن و بردنش به دادگاه انقلاب، که البته تبرئه شد ولی جلوی خروجش رو گرفتن. همچنین یه اتفاق مهمی که یک زنجیره انسانی بزرگی در شیراز در جلوگیری از خراب کردن یکی از باغهای بزرگ شیراز که در وسط شهر هست توسط مردمی که به محیط زیست و شهرشون علاقمند هستند. باغ فرزانه بود که شهرداری و مالکی که اینجا رو خریده میخوان دو تا برج 25 طبقه اونجا بسازن و این فضای سبز رو از بین ببرن، که زنجیره انسانی تشکیل دادن برای جلوگیری از این تخریب باغ و ساختن برج‌هایی که نفس شیراز رو خواهد برید در خیابون زند. خب ببینید، در همین زمان ما اخباری هم میشنویم از کارگران زندانی. جناب حسانلو، آخرین خبرها در این مورد رو باز از شما میشنویم. در رابطه با کارگران زندانی، کماکان
آقای رضای شهابی که در وضعیت بد جسمی هستند کماکان در زندان هست و ایشون رو هنوز برای مداوا و معاینه بیرون از زندان نیاوردن. همچنین در رابطه با آقای حسن تفاح که هم کارگر و هم وکیل کارگران است در زندان رجای شهر، ایشون رو هم داروهایی که برای درمان سرطان خونش است به دستش نرسوندن. همچنین در رابطه با آقای کیوان صمیمی که کارگر و خبرنگار و مسئول نشریه نامه بود زمانی، ایشون رو به زندان دوباره برگردوندن از بیمارستان با اینکه شرایط قلبی خوبی نداره. و کماکان زندان و بازداشت آقای شاهرخ زمانی، محمد جراحی و رسول بوداغی، آقای یاوری و قنبری و باقری ادامه داره. به علاوه اینکه ما خبری از آزادی کسانی مثل سعید ماسوری، خالد اردانی، ارژنگ داوودی، صالح کهندل، آقای علی محمد منصوری، میثاق یزدان نژاد و دیگر دوستانی که هر کدوم در صنفی کارگری میکردن یا درس میدادن یا در صنعت فلز بودن یا مثل آقای منصوری بتون ریز بودن، هنوز که هنوز میبینیم در زندان هستن و تغییری در شرایط اینها داده نشده. به علاوه اینکه جدیدن هم شنیدیم که اخبار دستگیری خبرنگاران و برخی دیگر از نماینده های صنفی رو داشتیم در معدن بافق هم که تهدید کردن کارگران رو به زندان، و کماکان آقای بهرام حسنی نژاد هم در معدن چادر ملوک که نماینده کارگران و انجمن صنفی کارگران معدن چادر ملو هست به سر کار بر نگردوندن و اون پرونده زندانی که براش در دادگاه یزد و اردکان تشکیل دادن باز هستش. آقای حسن یک سوال، اینو مطمئنم بارها به شباب دادید جای مختلف، در اینجا ما این پرسش رو داریم. ببینید، کارگر ساده، کارگر نازنینی که هیچ ابزار خشونت آمیزی جز ابزار کارش نداره، مطالباتی که داره مطالبات انسانیه، یعنی در ارتباط با کاری که انجام میده، یا معلمین یا بقیه، من فقط کارگران و معلمان رو عرض کنم خدمتتون، مثال میدم، شاهرخ زمان یا خود شما، چرا یک حکومتی که مدعی هست نمایندگی الله خداوند بر زمین، پایگاه میلیونی داره و در ایران پایگاه جهانی داره، قصدش تعویض همه اخلاقیات جهان است و حرفای دیگه، چه نگرانی از شما داره؟ چه نگرانی از شاهرخ زمانی داره؟ چه نگرانی از رسول بوداغی داره؟ که نه تنها وقتی به زندان فرستاد در اونجا شکنجه میکنن، زیر فشار قرار میدن، نگرانی آقای آیت الله خامنه ای و نظام ایشون از شما ناشی از چیه؟ در جواب این سوال میشه گفت که باز زمان، یعنی ترس اساسی این کسانی که در حکومت ما هستن این است که کار نمیکنن، زحمت نمیکشن خودشون و در طول تاریخ از ثمره کار و زحمت دیگران استفاده کردن با عناوین مختلف به عنوان نمیدونم خمس و زکات و حق امام و حق سید و حق آقا، و اینکه کارگرا رو با این شدت یا معلم ها رو با این شدت سرکوب میکنن، به زندان میاندازن خودشون و همپالگیاشون، این است که اگر این فضای دموکراتیک در جامعه ما باز بشه و کارگران، زحمتکشان، معلم ها، پرستارها، کارمندها و کلن کسانی که زحمت میکشن و کار مفیدی برای جامعه انجام میدن بتونن یک جامعه دموکراتیک ایجاد کنن و با نهادهای خودشون حضور پیدا کنن در جامعه، او وقت پای حساب و کتاب به میان خواهد آمد و بررسی خواهد شد که چه کسانی وجود کارشون و خودشون به سود جامعه است و این جایگاه هایی که در اختیار این افراد به عنوان حاکمان امروز قرار گرفته واقعا چه ارزشی برای جامعه داره. و شاید به نوعی یه عده‌ای میگفتن که آقای احمد کسروی هم در این باره صحبتی کرده که اگر هر کدوم از بخش‌های جامعه که کار انجام میدن یک روزی اعتصاب بکنن، جامعه دچار مشکلی در یک جایی خواهد شد
به جز این کسانی که از ثمره کار و زحمت دیگران دارن استفاده میکنن و اگر اینها نیان اتفاقا شرایط اجتماعی بهتر خواهد شد، چون خرافات و افکار غلط و عقب ماندگی در جامعه کمتر خواهد شد. اساس این موضوع که اینها این چنین با شدت سرکوب میکنن، کارگرها رو به زندان میبرن و میخوان اونها رو زیر شکنجه و فشار بترسونن، یک معلم آگاه رو سعی میکنن از راهش برگردونن، 8 سال 10 سال حکم زندان میدن که از جامعه جدا باشه، این ازش که میدونن اگر این افراد آگاه، این زحمتکشان، این کسانی که کار مفید به سود جامعه دارن در سپهر اجتماعی ما حضور آزاد داشته باشن، خود به خود پای حساب و کتاب خواهد اومد و اون وقت اینها به عنوان حاکمان امروز به افرادی که دور و برشون با زور سرکوب و اسلحه مردم رو دارن خفه میکنن که مبادا اصل حرف که هر کسی کار مفیدی میکنه بیاد به میدان و برای مردم کمکی انجام بده، اینها حرفی اونجا نخواهند داشت و توسط کسانی که به عنوان نیروی سرکوبگر بالای سر مردم قرار دادن میخوان جلوی رشد این آگاهی، جلوی رشد این همبستگی و این اتحاد رو بگیرن که مبادا جامعه به جایی برسه، دموکراتیک بشه، باز بشه، حساب کتاب ها به میدان بیاد و اون وقت ناتوانی های خودشون در خدمت به جامعه برای مردم روشن خواهد شد و اینا میخوان جلوی این رو بگیرن و این اساسی ترین چیزیست که اینطور سرکوب میکنن بخش های روشن فکری و زحمتکشان جامعه ما رو. خب ببینید الان اسامی که شما پیشتر بردید، مثلا کسانی مثل آقای ارژنگ داوودی، ایشون سالهاست در بیمارستانه، در زندان هست و نیازمند به بیمارستان، محروم، یا کسان دیگری که شاهرخ زمانی و و و و بقیه، رضا شهابی و بقیه، آقای کاظمینی بروجردی روحانی که برخلاف روحانیونی که شما اشاره کردین اهل کارم بود و عرض کنم خدمتتون ایشون خواستار جدایی دین از حکومت و بقیه وسط. برحال آقای اوسانلوی عزیز، خود همین روحانیونی که تو حکومت میکنن بارها بر منبر گفتن که خلفای راشدین دست کم امام اول شیعیان و عمر از خلفای راشدین کار میکرد در نخلستان ها و جایی. چطور هست که نوبت به خود اینها میرسه که این مسئله چون بیکار و عرض کنم سرمایه مثلا فرض کنم 95 میلیارد دلار فقط زیر نگین آقای خامنه ای هست و یک حساب ایشون، یک حساب، این پول از کجا میاد؟ از کار کردن در نخلستان میاد مثل امام اول شیعیان، یا پول کارگران است که محتاج نون شب هستن آقای حسان؟ به نظر برسه ساختار غیر دموکراتیک جامعه ما، ساختاری که پاسخگو نیستن حاکمان در مقابل مردم، اصلی ترین ضعفی است که این همه قدرت و ثروت رو در اختیار این آقایون قرار داده. شما نگاه کنید، اگر مردم ما در همون دورانی که شکلگیری سیستم قانون اساسی داشت صورت میپذیرفت و با اون عجله‌ای که این قانون اساسی که همه قدرت رو زیر نگین یک شخصیت به نام ولایت فقیه جمع کرد بدون اینکه دیگران بتونن بر او نظری داشته باشن و اون رو مورد بازخواست قرار بدن و در نتیجه این قدرت مطلقه بی پاسخ خود به خود با داشتن ثروت‌های نفتی کشور ما و معادن کشور ما که در ید قدرت اینها قرار گرفت، میتونه قدرت نظامی و قدرت سرکوبگری و همچنین رسانه ها و رئیس قوه قضاییه و همه کسانی که به نوعی بالاترین پست های هستند که در مدیریت جامعه و پاسخگو کردن حکومت نقش داشته باشن رو ازشون این نقش و این قانون اساسی در کمال ناآگاهی اکثریت مردمی که رأی به این قانون اساسی داده بودن اون زمان بدون اینکه بدونن چه داستانی پشت این قانون اساسی خوابیده هست و اگر اون احزابی که در اول انقلاب سازمان‌ها، گروه‌های سیاسی، افراد روشنفکری که بودن فرصت اینو پیدا می‌کردن که این قانون اساسی رو ماها مورد تحلیل قرار بدن، پایین و بالا بکنن
و از داخل این ضعف‌ها و قوت‌هاش رو بیرون بکشن و برای مردم توضیح بدن که آقا این داستانی که برای شما دارن میچینن نتیجهش این میشه که یک کسی به نام ولایت فقیه هم رئیس قوه قضاییه رو میذاره، هم رئیس سپاه پاسداران رو، هم فرمانده های ارتش رو، هم رئیس رادیو تلویزیون رو، هم بر تمام نهادهایی که از اون دوران مونده و نهادهایی که این دوران درست میکنن، مثلا مثل بنیاد پهلوی، بنیاد فرع پهلوی که بعد تبدیل شد به بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، بنیاد 15 خرداد و همچنین تمام قدرتی که در حوزه‌های علمی قم و رهبران مذهبی اون زمان بود، همچنین امامزاده ها، تشکیلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که مثلا در امام رضا به نام آستان قدس رضوی یا شاه چراغ یا حضرت معصومه و هزاران هزار امامزادهی که همونجور درست شد و خلق شد و آفریده شد و امام جمعه ها، نماز جمعه ها بگیرید بیاید پایین بدنه جامعه که در یک مسجدی هم که در یک دهی در دوردست میخوان یک امام جمعه بذارن با حکم ولایت فقیه باید بیاد و یا هر شورای اسلامی کارگری که درست کنند یک نماینده ولایت فقیه اونجا باید باشه و یا هر نهاد شورایی که میخواد در جامعه شکل بگیره به عنوان شورای شهر، شورای ملی، شورای نمیدونم محله، باز یک نهاد از یک شخص یا یک نماینده به عنوان وزارت اطلاعات یا مجلس خبرگان یا شورای نگهبان که همه اینا توسط خود ولایت فقیه اکثریتشون انتخاب میشن و عملا همه اینا وصل میشن به بدنه قدرت و نوک قله قدرت که میشه ولایت فقیه. به همین دلیل که این بسته شدن حکومت همش به طرف یک هرمی که اون نوک نوکش ولایت فقیه، همه ابزار قدرت در اختیارش هست، بعدم با رشد وحشتناک سپاه به بهانه جنگ و در اختیار گرفتن ابزار اقتصادی در کنار ابزار نظامی تو مشت اونها، بخش بزرگی از اونها نه همشون، و این طرف هم وزارت اطلاعات که در دوره فلاحیان و رفسنجانی تونست خودش تبدیل به یک هیولای اقتصادی بشه که اون همه جنایت ها رو بکنه که امثال آقای رضا ملک، آقای محمد نوریزادها و دو پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در کتابایی که منتشر شد مثل تاریخخانه اشباح و دیگران، دیدید که چه هیبت وحشتناکی در جنایت و ترور همه اینا به دستور و تحت پوشش ولایت فقیه پیدا کردن. این دلیل اساسیش هست که اینطوری اینا حاکم شدن و تمام بدن جامعه که قدرت تشکیلاتی نداشت، چون همه احزاب، گروه ها، نهاد ها افراد رو سرکوب کردن و از بین بردن، به این جایی رسیدی که الان به قول شما یه قلمش 95 میلیارد دلار سرمایه مردم ایران زیر نظر مستقیم این یه فرد است، بجز بقیه چیزایی که من اسم بردم و نهادهایی که اگه جستجو بکنید ده ها نهاد چند صد میلیاردی توی این 30 چند سال به وجود اومده که مردم اصلا نمیدونن این پول ها از کجا رفته توی نهادها و از کجا به خارج از کشور و فرار سرمایه ها تبدیل شده. علت اساسیش عدم پاسخگویی حکومت به مردم هست. آقای اوسانلو اشاره کردن به بنیاد پهلوی، من این رو اشاره بکنم که بنیاد پهلوی تشکیل شد سالیان پیش، یعنی در دهه، اگر دقیق بخوام بگم، در دهه 1340 در ایران تشکیل شد. پادشاه وقت محمد رضا شاه پهلوی برای بخشی از دارایی های خانواده پهلوی رو در این بنیاد واریز کرد. در خارج از ایران بیشتر فعال بود، در نیویورک بورس های در اختیار دانشجویان قرار میداد و امور دیگه و کارهایی که دانشجویان و ایرانیان خارج از کشور به خصوص در آمریکا احتیاج داشتن. بعدن تبدیل به یک سرمایه گذاری در همین مسیر شد. انقلاب که آمد مثل بسیاری چیزهای دیگه گرفت، دست گذاشت توی بنیاد پهلوی هم در نیویورک، اما که سرمایه های بیشتری شده بود و بیشتر، اما این سرمایه ها رو در جهت یک لابی جمهوری اسلامی به کار گرفت و دو در جهت حمایت از گروه های اسلامی در داخل آمریکا و سه پولشویی و چهارم لابلای همه اینها ارسال پول برای گروه های تروریستی. دادگاهی در آمریکا سرانجام پس از تحقیقات بسیار، حتی ارتباط بین سپاه پاسداران و القاعده رو هم پیدا کردن در اینجا، در از طریق تحقیقاتی که داشت میشد درباره بنیاد علوی
که نامی که گذاشته بودن و سرانجام حکم به مصادره این دارایی ها داده شد در آمریکا. در یک برنامه ما به طور مفصل صحبت کردیم راجع به این، حتما در برنامه های آینده نیز صحبت خواهیم کرد. به هر حال یاد ناصر خسرو بزرگ همواره گرامی که گفت از شاه ذی‌فقیه چنان بود رفتنم که از بیم مور در دهن اژدها شدم. چه سالهایی، قرن پنجم هجری چنین گفته ناصر خسرو. آقای اوسانلوی عزیز، پرسش اینه که در یک همچین شرایطی کارگران چطوری میتونن، چه راهی رو میتونن برن که مطالبات خودشونو بتونن تأمین کنن، اون چه که حقشونه به دست بیارن، راهی که شما پیشنهاد میکنین چی هست؟ سندیکا چی؟ تجربه موجود داره نشون میده که نه اینکه فقط پیشنهادی باشه که از طرف یک شخص، یک جریان، یا یعنی پیشنهاد از بیرون نیست. خود همین اخباری که الان خدمتون گفتم که دهمین روز اعتصاب کارگران معدن بافق هنوز ادامه پیدا کرده و با اتحاد و سازماندهی که کردن 10 روز دارن دوام میارن در منطقه یزد، این کارگرای زحمتکش در بدترین شرایط در اعتراض به خصوصی سازی که کردن و منافع کارگرها رو که دارن بیش از پیش پایمال میکنن و روش سازماندهی که در محل کار خود کارگرا پیدا میکنن، مثل معدن چادر ملوک تونستن با داشتن به اصطلاح اعتصاب 2000 نفره خودشون 28 کارگر زندانی رو از زندان نجات بدن، و همچنین الان که اعتصاب کارگران نورد و پروفیل ساوه و همچنین لوله سازی صفا ادامه داره و اینها از هم دارن حمایت میکنن و 20 نفر از کارگرای لوله سازی صفا هم رفتن به کارخونه نورد و پروفیل ساوه و از اعتصاب اونا حمایت کردن. همچنین اعتصابات قبلی که ما داشتیم اخبارش رو و همچنین تشکیل سندیکاهایی مثل سندیکای کارگران شرکت واحد، فلزکار مکانیک، نقاشان ساختمان، اتحادیه کارگران پروژه‌ای، کانون مدافعان حقوق کارگر، مقاومتی که الان کارگرای فولاد زاگرس کردن و راهپیمایی کردن، دست جمعی و همدیگر رو تنها نذاشتن در شهر سنندجتی هفته گذشته که اخبارش هم گفتیم، و اینکه گرایش به سوی همکاری و پشتیبانی کردن از همدیگه در همون محل کار، یعنی با دور هم نشستن 2-3 نفر از کارگرها و فکر این که ما بایستی جمعی حرکت کنیم و مبارزه فردی ما به جایی نمیرسه و ما رو اگه 1 نفر باشیم یا میخرن یا اخراج میکنن یا زندانی میکنن، اما اگه یک نیروی بزرگ باشیم نمیتونن. که شما میبینید که تجربه نشون داد در همون کارخونه پلی اکریل حتی که در پاییز و زمستون سال گذشته مثل معدن چادر ملو کارگراش آمدن به میدان، خودشون دیدن با حمایت از همدیگه میتونن اون 6 تا کارگر زندانی هم که به عنوان نمایندهشون برده بودن به زندان دستگیر در شمال اصفهان برگردونن به سر کار و از زندان آزاد کنن. یعنی تنها اسلحه کارگران در مقابل این حکومت‌های دیکتاتوری به نظر من بسیار فاشیستی که کوچکتری حق مردم رعایت نمی‌کنه و هر روز خبر اعدام‌ها و زندانی کردن و سرکوب مردم ازش می‌شنویم، همین سازماندهی و ایجاد تشکیلات و پیوستن سازماندهی کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران، هنرمندان، اساتید دانشگاه و اکثریت جامعه که زحمتکش و مفید به سود جامعه هستن به همدیگه است. کمان که شما دیدید در برخی از این اعتراضات نه فقط همبستگی کارگران در داخل ایران، بلکه ایجاد نهادهای همبستگی کارگری در داخل کشور میتونه همبستگی های بینون مللی رو فراهم کنه، کمان که همین الان در مثلا سازمان ILO و نهاد جهانی به اصطلاح سازمان جهانی حمایت از حقوق کارگران و سه جانبه گرایی میبینیم نماینده های بخش های جهانی کارگری از تمام مشکلات کارگرها در سطح دنیا سخن به میان میارن و از همه پشتیبانی میکنن. و همین اتفاقی که در فرانسه و پاریس افتاد، که در فرانسه هم که میبینیم پیام های کارگران ایران در رابطه با توضیح شرایط سخت کار و زندگی و
و سرکوب حقوقشون، مشکلاتی که براشون به وجود میارن خونده میشه و میبینیم که نمایندگان 5 سندیکای سراسری فرانسه در حمایت و دفاع از حقوق کارگران ایران، از نمایندگان کارگران ایران که حالا در حدی در نهادهای متشکل شدن پشتیبانی میکنن و اونها رو هر سال یه دفعه سومی سال دعوت میکنن که بتونن بیان اونجا و صدای خودشون رو به گوش هم نهادهای حقوقی بین المللی برسونن و هم به گوش اتحادیه‌های جهانی کارگری. این راهی که پیشنهاد شده یک راه تجربه شده جهانیه که اگر امروز هم در اروپا، آمریکا و کشور پیشرفته دیگه امکانات عمومی گسترده تر شده، این نبوده که کسی اینو ببخشه به کسی. 300 سال در انگلستان کارگرا، معلما، زحمتکشا، کشاورزا مبارزه کردن تا بالاخره مثلا قانونی یا مجلس نمایندگانی به وجود اومده که جنبش چارتیست ها مثلا اونجا اومده که تونسته این حقوق امروزی که بهش میگن دموکراسی یا پایش بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر هست ایجاد بشه. همه قوانین حمایتی بین المللی بر پایه مبارزات طبقات زحمتکش و اکثریت مردم در تاریخ به وجود اومده و هزینه‌های زیادی هم براش داده شده در همین اروپا، انگلستان. اگه فرصتی باشه بعداً ما به شکل یک کار آموزشی دونه دونه اینا رو به شکل خلاصه بررسی کنیم، شما می‌بینید در همین اروپا و آمریکا هزاران کارگر زندانی شدن، معلم‌ها، زحمتکشان دیگه، کارمندا، خبرنگارا، نویسنده‌ها، روزنامه‌نگارا، تا امروز یک شرایطی به وجود اومده که ما هم گوشه ای از اون امکانه حداقل دموکراتی در اطلاع رسانی، آزادی بیان، آزادی تشکر رو میتونیم به عنوان کسایی که حتی در این کشور رو به دنیا نیامدیم ازش استفاده کنیم به نفع زحمتکشان و مردم ستمدیده کشور خودمون. سپاسگزارم هستیم آقای اوسالی عزیز. امیدواریم روزی روزگاری نچندان دیر و دور در ایران نیز چنین بشه. کارگران ایرانی، همه طبقات مردم ایران، معلمان، آموزگاران، نازنین ایرانی، پرستاران و همه از مواهب کشور خودشون به طور آزادانه و عادلانه بهره‌مند باشن و یک زندگی مرفه و شایسته خودشون رو داشته باشن و کودکان آینده روشن در برابر خودشون. سپاس بسیار داریم آقای اوسالی عزیز. من هم سپاسگزارم و به درود به شما و بیننده ها و زحمتکشان ایران میگم. سپاسگزار. با سپاسی دوباره. پی میگیریم تفسیر خبر رو. در نیمه دوم برنامه آقای علیرضا رضایی با ذره‌بین طنز خود اخبار ویژه ای رو از عرصه ولایت، ولایت فقیه یا در عرصه ولایت فقیه مورد بررسی قرار خواهد داد. تا لحظاتی دیگه. با من و شما هستند آقای علیرضا رضایی عزیز، سنس‌پرداز گرامی و ارزشمند ایران که در تبعیدی ناخواسته در فرانسه به سر میبرند. به اتفاق شما به ایشون خوش آمد میگیم. سلام به شما آقای رضایی عزیز. سلام به شما و بینندگان عزیز و امیدوارم که زیر این حجم سنگین بار شرعیات و معنویاتی که با نزدیک شدن به فصل تابستون داریم قرار میگیریم به هر حال در مجاورتش تحمل داشته باشیم، بتونیم این بار رو به سلامت حمل کنیم، امسال هم تابستون رو به پاییز برسونیم. یعنی بار شرعیات مربوط به تابستون منظور شما دریا و مخلفاتش هست؟ نه خیر، از همین کلن بودن آدم در فصل تابستون که الان حدود 35-6 ساله که تبدیل به یک معضل شده. ما با یه سری احکام جدیدی هر سال در آستانه تابستان با یه سری احکام شرعی جدیدی مواجه میشیم. نگاه نکنید نرید نیاید نمیدونم فلان بسار، یه نگرانی های جدید، یه دلواپسی های جدیدی عموما هر سال تابستون به دلواپسی های قبلی اضافه میشه. خبراشو دارید حتما شما. من به خبری که دارم آقای رضایی یک خبر اتفاقا درست عکس این هست، حالا خبرهای دیگه هم هست البته، یک خبر
آخر سردار نقدی که شما به خصوص نقدیش شناسی بخشی از کارتون هست. سردار نقدی گفته که خیر، اصلا اینی که میگن که ما من کردیم جوانان را از دیدن زیبارویان یا به معنی دیگه دید زندن زیبارویان یا هرچی که هست، این کار دشمنه. ما چنین نگفتیم، اتفاقا تشویق هم میکنیم. خب با فصل گرما یک مقداری مطابقت میکنه، نمیکنه. البته آقای نقدی برصورت ایشون فرمانده بسیج مستضعفینه و نگاه کردن به برحال خانم های زیبا و اینها هم یک بخشی از امور مستضعفینه که ایشون باید بهش رسیدگی کنه و حتما در موردش حرف بزنه و الا خب شب نمیتونه بخوابه. اون بخش مربوط به دشمنش بر صورت ایشون با حفظ سمت شغلش کشف توطئه های دشمن در مورد همه چیه، اینه که راجع به هر چی که حرف میزنه تهش هم میگه کار دشمنه. اون اصلا توی پیشفرض حرف های ایشون هست، یعنی ایشون جملاتش با این که کار دشمنه تموم میشه، یه سری نقطه چین پشتش داره که راجع به موضوع های مختلف اون نقطه چین ها رو پر میکنه. ایشون اتفاقا درست میگه، کسی رو من نکردن از دیدن زنان زیبا یا مثلا خانوم ها و اینها، خانوم ها رو از دیده شدن من کردن. الان چند هفته است که به طور کاملا خودجوش آیه چالنگی، من این رو کاملا مطمئن عرض میکنم خدمت شما، چون یه سری به هر صورت دوستان ما اونجا رفتن و خبرها رو گرفتن، کاملا خودجوش و اصلا خیلی اندفعه از دفعه قبل خودجوشتر بود. چند هفته پشت سر هم بعد از نماز جمعه یه عده پا میشن میرن جلو در وزارت کشور یا این مرانور راهپیمایی حجاب و عفاف میکنن و نگران دیده شدن خودشون هستن. ببینید اتفاقا جمهوری اسلامی تشویق میکنه جوانها رو به دیدن خانومهای زیبا، ولی خود اون خانومها مخالف دیده شدن خودشون هستن و به همین جهت میرن. بسیار هم خانم های زیبایی هستن اونهایی که توی راه پیمایی های حجاب و عفاف و اینا شرکت میکنن، بی نهایت زیبا، و میرن اونجا میگن که ما نمیخوایم دیده بشیم، کیو باید ببینیم. شما چطور دیدید اگر زیباییشون تشخیص دادید؟ خودشون گفتن ما اعتماد میکنیم بهشون توی این چیزا. اینها اصلا به همین شکل با همین اعتماد سازی اصلا جمعیت ایران رو دارن زیاد میکنن خودشون به فرمان مقام معظم رهبری، یعنی بهشون اعتماد میکنن، بعد خب جمعیت زیاد میشه. به این نینه که آیه نقدی دیگه یعنی ببینید این زیبایی که میگید، من یه شرحی راجع به حوریان بهشتی آیت الله قرنه گلپایگانی که فکر کنم از این جهان رفته احتمالا در همون حوالی حوریان بهشتی است، اینو که گفته یاد ایشون افتادم که راجع به ظرافت حوریان بهشتی که مرکزش هم یکی از کتابای مجلسی بود، گفته که این حوریان بهشتی اینقدر ظریفن مثل همینایی که رفتن در وزارت کشور که از پشت 50 گونی هم دیده میشه. حالا بگذاریم از اینکه کیشون چون این تشخیصی داده بود این ظرافت رو بماند، اما این ظرافت در واقع حوری نبود آقای رضایی، نه؟ ظرافت گونی رو داشت تعریف میکرد اینجوری. دقیقا مسئله گونی بسیار مسئله مهمیه، ایشون حتما نباید بهشت رو دیده باشه. اولا بهشت رو الان هر کس میخواد ببینه علل حساب تا هوا گرمه ما از این راهپیمایی خودجوش داریم بعد از نماز جمعه، هر کسی میخواد بهشت رو ببینه پاشه بره یه سر جلوی وزارت کشور یا بره جلو در خروجی نماز جمعه. بعد ایشون ببینید یکی از قابلیت های مهم خودش رو با نهایت تواضع بیان کرده، ایشون گفته من قادرم حوریان رو، یعنی به هر حال هر کسی رو، حتی از پشت 50 تا گونی ببینم. ایشون حالا به خاطر تواضعی که داشتن این قضیه رو به یه شکل دیگری مطرح کردن، گفتن حوریه یه جوریه که دیده میشه پشت 50 تا گونی. الان البته یه مقدار تا آرمانهای ایشون فاصله داریم، الان من فکر میکنم حد اکثر از مثلا 45 تا گونی استفاده میشه برای پوشش خانوم ها یا به هر حال پوشش ملی که تشویق میشن خانوم ها به استفادهش، و اینها در حد 45 6 تا گونیه، یه 3 4 تا گونی با آرمان های ایشون فاصله داریم. و فقط کار ایشون هم نیست، عرض میکنم هر کی خواست جمعه
در خروجی نماز جمعه قسمت خواهران بره اینهایی که حرکت میکنن به سمت وزارت کشور، اون دسته مشخص که بی نهایت خودجوش، بسیار زیبارو و با اصلا به همشون هم اعتماد کنن. در همین مسیرم یک عکسی دیدم، چند تا از حوریجویان دنیوی عکسشون چاپ کرده بودن و زیر اونم ظریفی نوشته بود وای بیچاره حوریای بهشتی. برای چون اینا برای طبق اون معیارها باید همین آقایون به بهشت برن و در کنار حوریان گونی نما به اصطلاح ظاهر بشن. اما کنار همین آقای رضای عزیز، آقای امامی کاشانی گفته، اینا رو من میخوام رابطش رو پیدا کنم، گفته این جشنهای طلاقی که میگیرن شیطانیست، جشنهایی که مردم میخوان از هم جداشن دوستانه، یه جشنی پایکوبی، دوستان میان صحبتی میکنن و خداحافظ، نتونستیم با هم زندگی کنیم و میره. اینها رو شیطانی، باز دست دشمن در کار است. بله. این دشمنو نمیشه یه کاریش کرد که اینقدر اولا چند تا دست داره و یا چه کار به این کارا داره این دشمن، باز این همه دخالت از اون داستان بگیرید تا این یکی داستان در جشن شیطانی طلاق. ببینید باز همین مسئله فرم‌های اداری در ایران متاسفانه، این الان آقای امامی کاشانی هم جملاتش این شکلیه، این نقطه چین شیطانی است. حالا بعد تو هر خطبه‌ای که ایشون میخونه جای نقطه چین رو پر میکنه، این تلاش مثلا برای تحصیل شیطانی است، مثلا اون روز بهش گفتن راجع به تحصیل صحبت کن، یا یه روزی بهش میگن شما راجع به 2000 تومان پول صحبت کن، میگه این 2000 تومان شیطانی است. این و شیطانی هست وجود داره در جملات ایشون، وجود داره. مثلا آقای نقدی، آقای نقدی این نقطه چین کار دشمن است، جای تو نقطه چین رو پر میکنه. ایشون از زمان تحصیلش و اینا خیلی علاقه داشته. ضمن اینکه آقای امامی کاشانی خطبه های نماز جمعه تهران، من این شکلی بگم، به چند دسته تقسیم میشه. موقعی که میخوان مشت محکم به یه جایی بزنن و حتما تاکیدم هست که مشت خیلی محکم باشه، احمد خاتمی میره نماز جمعه رو میخونه. موقعی که بالای یه جمعیت بالای 300 نفر قرار دستگیر شن یا یه اتفاقی در ایران برای یک عده بیشتر از 300 نفر میخواد بیفته و در نیمه دوم هم به هر حال ملت ایران شاد چند، آقای جنتی میره نماز جمعه رو میخونه. آقای امامی کاشانی من حس میکنم موقعی که هیچ اتفاقی نمیفته، همه چیز سر جاشه، خواهرها به طور خودجوش میرن نسبت به دیده شدن خودشون اعتراض میکنن، همه چی درسته و اصلا نظام هیچ حرفی برای گفتن نداره، آقای امامی کاشانی نماز جمعه تهران رو میخونه که جای نقطه چین رو باید پر کنه و بر صورت این کارم با موفقیت انجام میده. در هر صورت فراموش نکنیم که اولا هر جشنی در ایران شیطانی است. حالا ممکنه که ایشون از اون قسمت از فرم استفاده کرده که این جشن نقطه چین شیطانی است. حالا چه جور جشنی رو پر کرده؟ این سری گفتن جشن طلاق. بعد من نمیدونم، یعنی اخیراً در ایران به شرح وظایف پلیس این هم اضافه شده که غیر از اینکه برن رو پشت بوم بچه مردم رو بگیرن، این هم اضافه شده که تو جشن‌های طلاق هم برن به قول شما نشستن یه عده دارن با هم چی میکنن. یعنی اگر طلاق در ایران با کتککاری اتفاق بیفته، خب سیستم باهاش مشکلی نداره. متاسفانه مردم همکاری نمیکنن. خانم و آقایی که میخوان از هم جدا بشن، اگر برن همدیگر رو بگیرن بزنن، ممکنه حتی پلیس کمک هم بکنه بهشون. الان یه مقداری متاسفانه همین نابسامانی ها من فکر میکنم باعث شد که آقای سردار رادان با تمام قابلیت هایی که داشت از معاونت نیروی انتظامی برکنار شد. فکر میکنم یه مقداری همین چیزها دخیله توی این قضیه. آقای رضایی عزیز، یه نکته به ذهن من رسید، این که در ایران خب کلاه غیبی مصارف زیادی داشته، روی پولای گنده فقط میشه گذاشت و این غیب میشه 3 میلیارد، 10 میلیارد، هر چقدر که از بیت رهبری تا بیت اون یکی رهبری که آقای رفسنجانی باشی، به هر حال این کارا رو میشه کرد. چرا هم چی کلاه غیبی رو اختراع نمیکنن، درست نمیکنن در حوزه علمی علمای اعلام و بذارن سر خواهران همین زنان دختران ایرانی، خیالشون پاک راحت بشه؟
یا شاید دارن این کارو میکنن، من شما بی اطلاعی. بله این کاری که دارن میکنن، منتها در حد وسیع و گسترده نه، در حد همون بیت خودشون توی قوم و اینا این کارا رو میکنن، به خاطر اینکه در هر صورت ما فراموش نکنیم که قسم عمده ای از علما در هر حال به اینکه زن وجود داره، حالا میگن هست دیگه هست، و برای اینکه میگن که خب به هر حال در دین ما در شرع ما زن کاملا با مرد برابره، حالا بعضی مواقع مرد بیشتر با زن برابره، ولی به هر حال میگن که به همین جهت میگن که خود بعضی وقتا هم دیده بشن، یعنی بدونن که هستن دیگه، یعنی ملت بگن اگر دیده نشن میگن خب آقایون ممکنه بگن ما با کی برابریم، پس ما کسی رو نمیبینیم. اومدن یه کار دیگری که کردن، چادر غیبی ساختن. الان چادرهای ملی که داره ارائه میشه تو همین راهپیمایی زیبارویان در تجمع حجاب و عفاف و اینها، مثلا چادر زیپ داشت تا اینجا که کاملا چادره، بله بله زیپ داره، زیپ دار، بله بله، و خیلی هم راحت هم ظاهرن توش، باز ما سوال کردیم گفتن راحتیم. این رو سعی میکنن به طور عمومی دیگران استفاده کنن با همین. خب دیگه به هر صورت وقت طرف بیده نمیشه، الان شما اگر مثلا بن لادن رو هم پشت اون چادر بذارید کی میفهمه الان این کی هست کی نیست، این الان زنه مرده؟ ما الان ضمن این که یه موقعی این عزیزانی که بعدن همشون تبدیل میشن به حوری در بهشت، اینا حجابشون هم که کنار میره اکثرا سیبیل دارن، یعنی ما باز به اون شکل خواهران رو نمیتونیم ببینیم متاسفانه. اینه که فکر میکنم این کار کردن توی قوم، این کار کردن، یعنی میفرمایید خواهران سیبیلو؟ من این جسارت رو نمی کنم، ولی اون دسته ای که تو صف خواهران بودن جلوی وزارت کشور، بعضا شد که متاسفانه این زیپه یکم اومد پایین و سیبیلاشون معلوم شد. بله، یعنی پس بنابراین شما معتقد هستید که یه همچین امکانی وجود داره، علمای اعلام میتونن چون کاری بکنن؟ برای علما که همه کار امکانش وجود داره، همه کار. خب ببینید آقای رضایی عزیز، ببینید مسئله اینه که سوال شرعی است دیگه، شما به هر حال با مسائل شرعی مون بیشتر از شما میپرسیم چون در زمینهای مختلف دارید تخصص هستن. آقای خشایار دهیمی، ایشون که دلیلی نداره حرف ایشون رو ما قبول نکنیم، مترجم هستن آقای خشایار دهیمی و اقدامات دیگه، یعنی برای منتقد هستن، اهل کتاب هستن، تا با چندین کمک یه کتاب منتشر کردن، حرفی میزنن جالبه برای من، میگه که کتابی برای ممیزی دادن با مشکل برخورد کردن، از جمله بهشون گفتن که این کلمه خوشگل رو از تو کتاباتون برد، یعنی راجب کمود هم بوده، مثلا تو جایش گفتین کمود چیز خوشگلیست، کمود خوشگلیست، به ایشون اشاره کرد که باید بردنید. و ممیزی دستگاه ولایت یعنی تا کجا مواظب هستن، و سردار نقدی میگی که کار دشمنه واقعا، یعنی این تا چند از آخر این حساسیت ناشی از چی هستش، یعنی این همه حساسیت شیطانی که شما از شنیدن کلمه خوشگل هم ممکنه به قول مرور این آقای ممیز یا اداره ممیزی حالی به حالی بشه، بفرمید. آره دلیل عمدهش اتفاقا وجود خوشگل زیاد در ایرانه، این باعث میشه که من گاهی فکر میکنم که مثلا همین عزیزانی که حجاب و عفاف و اینها که تشریف میبرن یه مقدار آدم های حسودی هن. و یه مسئله دیگه همون کلاه و چادر غیبی و اینها، اینا هر چقدر که سعی کردن غیب بکنن تعداد خوشگل ها خوشبختانه ده ها و صد ها برابر شد و میشه و قطعا هم خواهد شد، منتها به هر صورت اینها تو کوچه و خیابون و اینها میتونن با خوشگل یه کاری بکنن، یعنی بگیرن فلان نمیدونم چادر سرش کنن اینا. اما در زمینه یه کتاب، البته برای من خیلی جالبه چون یکی از همین آقایون علما چند وقت پیش یه ویدئوی من ازش دیدم، خود ایشون داشت تشریح میکرد که اصلا شیعه خوشگله،
و داشت چیزم تفسیرم میکرد که یعنی گلش خوشه و میشه خوشگل و شیعه فقط این شکلیه. ولی خب حالا ما به صورت ایشون میتونه چون جز علماست و میتونه خوشگل استفاده کنه، حالا آی دهیمی نمیتونه. توی کتاب دیگه نمیتونن کارش بکنن، یعنی توی کتاب توی نوشته اینها نمیتونن 50 لایه گونی مثلا روی اون قسمت از نوشته بذارن که حالا دیده بشه یا نشه یا فلان. اینه که میگن آقا چیز کن. یه مسئله دیگه هم شاید واقعا گونی تو ایران گرون شده. ما یه سری نیازهای اساسی ببینید حدود 3-4 سال پیش بود که ما یکی از کالاهای اساسیمون رو از اگه اشتباه نکنم مالزی وارد میکردیم. دستبیل که سر این دستبیل خانم مرضیه وحید دستیاری اصلا از وزارت بهداشت تقریبا به این دلیل برکنار شد. یه سری نیازهای اساسی رو ما متاسفانه توجه نمی کنیم به. شاید الان گونی هم مسئلهش این شکلی شده، شاید گرون شده، شاید وارداتش به خاطر همین نقش دشمن، به خاطر نقش همین کفار و مشرکین یه کاری کردن گونی گرون بشه و نشه 50 لایه گونی دیگه واقعا روی کتاب بکشن. و این که به نویسندهش میگن آقا اینو بردار از اولش خیلی راحت، یا اینکه اگر حالا راجع به کمد داره اشاره میکنه، من این راه حل دیگری که دارم اینه که ایشون اون کمد رو شیعه کنه بعد راجع به خوشگلی اون کمد حرف بزنه، بگه کمد شیعه خوشگل دیگه، مشکل شرعیش هم حل میشه. نه هر جا میشه یه چیزی هم به شیعه همینجوری میگه اضافه کنه دیگه. اولا اینکه علما دست بیل میخواستن به اون میزان برای چی وارد کردن؟ اینو همون موقع هم انتقاد کردن که به جای نیازهای پزشکی دست بیل وارد کردن. دولت احمدی نژاد که دولت علما هم بود در واقع، این هم مصباح یزدی حامی اولیش بود و بسیار دیگه. حالا لابد یه زمان پاسخ خواهند داد علمای اعلام که این همه دست بیل برای چه مصارفی باغبانی و چه میخواستن. اما خوشگلی این حرف رو خود احمد خاتمی نزده به عنوان یک شیعه کامل؟ من متاسفانه خاطرم نیست کی گفته، ولی یکی از همین علما این ویدیوهاش هست. حالا آقای دانشمند بله. مشکلی دارید دانشمند مجلس باز بود بله دانشمند بله، ایشونش ثابت کرد که شیعه به طور کلی خوشگله. البته اون بیشتر ایشون مد نظرشون قسمت گل داستان بود، ولی خب به هر حال این فارسی به هر حال زبان پویاییه و میشه و همه چی و همه جور چه که بعد ایشون چون استفاده کرده اشکالی نداشت. حالا من سوالم اینه آقای رضایی، بالاخره بحث ما از یه جایی شروع کردیم. رهبر جمهوری اسلامی خامنه ای دستورالعمل داده بود که برای اتاق خواب مسلمین و مسلمات که جمعیت زیاد بشه. از این مرم آقای نقدی داره تلاششو میکنه، میگه آقا من نشدن مردم. اما از اون مرم امامی کاشانی باز در همین وسیله میگه آقا طلاق نگیرید، ادامه بدید وظایف شرعی خودتون، تولید مثل ادامه بدید. حالا خیلی اهانت به بانوان ایرانی تلقی کردن دشمنان. اما از یه طرف هم مثلا میبینیم همین ممیزی و بقیه و اینایی که اومدن که آقا حجاب و ما میخوایم دیده نشیم، همین افراد اهل سیویل ابو شنب ها به قول علما آمدن و گفتن که اینو بالاخره این قرقاتی بودن نتیجه فرمان یا دستورالعمل رهبری چی میشه اگه قراره هر کی خودش بزنه؟ الان مثلا همین کتاب های دهیمی که مشکلاتی که داره اینه که خوشگلی کتابشون جمعیت ایرانو زیاد نمیکنه. این یکی از مسائلی که میتونه مشکل ساز باشه به طور جدی و بلا فاصله هم که خب به هر حال هر مشکلی مورد سوء استفاده دشمن قرار میگیره، این اضافه نمیکنه. آقای خامنه ای که به هر حال برای دستور عمل ایشون مرحله بعد من حس میکنم اعلام جهاد کنن دیگه، اصلا به طور کلی دیگه تا اون دمدماش رفتن. ولی اضافه شدن جمعیت زاد و ولد و اینها با دیدن و دیده شدن و اینها، اینا دو تا مسئله مجزاست. یعنی از راههایی که برای رفتن به بهشت که البته آقای روحانی این هفته گذشته صحبت کردن، گفتن ما قرار نیست کسی رو به زور بفرستیم بهشت و اینا، از راههاش یه راه ندیدن خوشگل هاست، یه راه دیدنشون
این اتفاقا یکی از جاذبه های بهشت اینه که هم از طریق ندیدن زیبارویان و خوشگلان میشه رفت بهشت، هم از طریق دیدنشون. بستگی داره که آیه خامنه ای صبح ساعت چند پا شده باشه اون روز که فتوایی که داره میده یا بعد دستورالعمل هایی که داره میده اون وقت به ساعت چند شب برگرده، این فاصله زمانی چجوری باشه. ایشون موقعی که دستورالعمل میده پس حتما بر صورت باید رویت بشه دیگه، یعنی قبل از اینکه اینجوری که دیگه از طریق گرد افشانی و اینها که جمعیت اضافه نمیشه یا قلمه که نمیتونن بزنن ملت، باید ببینن هم دیگه رو. ایشون وقتی میگه یعنی حل دیگه مشکل دیگه حل، یعنی برن ببینن. حالا اگر یک عده خودشون مشکل دارن با دیده شدن اون یه بحث جداست، اونا میتونن اونا جورای دیگه در رابطه دارن جمعیت رو اضافه میکنن، ولی توی این قسمت خاص میتونن اتفاقا لطف میکنن اگر توی افزایش جمعیت مشارکت نداشته باشن. باز یه مسئله دیگه که الان به ذهن من میرسه، مشارکت این افراد در افزایش جمعیت این مسئله خوشگلی رو بیخوبان اصلا حل میکنه، به خاطر اینکه نسلهای بعد از اونا اصلا خود نمیتونن خوشگل باشن، هم صف برادرانشون رو ما دیدیم هم صف خواهران رو، نمیتونن اصلا نسلهای بعد از اونا خوشگل باشن. به طور کلی بیخوبان حل میکنن مسئله نماز جمعه و مثلا سرداد نقدی رو حل میکنن در بسیج مستضعفین که نگران اینه که کی دیده بشه نشه. و از ایشون همین که میگه ما کسی رو من نکردیم، یعنی اینکه در بسیج مستضعفین میتونن کسی رو من بکنن، این اونورش میشه. این پس اون بیت مصرم که هیچ دیگه پری رو تاب مستوری ندارد شامل حال این تذراتی که گفتی نمیشه دیگه، چون پری رو که اهل سبیلدار، یعنی پری روی سبیلدار هم که داشتیم یا نداشتیم داریم همین الان عرض میکنم خروجی نماز جمعه مسیر وزارت کشور، هر کس خواست ببینه اونجا هستن فراوون. سپاسگزار هستیم آقای رضایی بسیار عزیز، با سپاس بسیار از شما. مرسی، ممنون و متشکر از شما و بینندگان خوب. به پایان این برنامه تفسیر خبر می‌رسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، زاگرس، سرد، کوهساران دلهو دراک در فارس و تابشان بر فلات ایران زمین. دلهایتان شاد، روزگارتان خجسته باد.